برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکردین. بدان گرامی تو که وعده کردیم در برنامه امروز ما دوست گران قد همسنگر بسیار قدیمی تحلیلگر نام آشنای وطن آی وایس ناصری را با خود داریم. البته در چینل یوتیوب هم چند هموطن شکایت کرده بودند که آقای ناصری در این وقتا کم پیدا هستند و خوشبختانه که امروز با ما هستند و ما سلام تقدیم میکنم برای شما ناصری گرامی. آقای خالد عزیز، عرض سلام ادب برای شما و بیننده های بسیار خوب تلویزیون جهانی امید 24 دارم. سلامت باشین، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و خب بدون مقدمه بالای هست موضوع میم که میخوایم از شما بشنویم آقای ناصری که در این کشور ما که بسیار امیدها برای تغییر بود، امیدها برای بازسازی بود، امیدها برای پیاده کردن دموکراسی بود، امیدها برای یک فردای شگوفان بود، ولی همه چیز فکر میکنم رو به نابودی است. چه بگذره جناب ناصری عزیز؟ واقعا اوضاع افغانستان دردناک است. اوضاع افغانستان بسیار رقتبار است و بسیار خطیر است. یعنی ما در یک مقطع بسیار سرنوشت ساز تاریخ افغانستان قرار داریم، اما این اوضاع قبل قابل پیش بینی بود و اگر گزافه نگویم آقای خالد عزیز، در 2001 در کنفرانس بن ما هم همونجا بودم و کنفرانس از نزدیک به حساب تعقیب میکردم. من فکر میکنم شما هم در اونجا حضور داشتین، دیگه دوستا هم بودن و من نیست خبرنگار بودم. البته روی یک تصادف در داخل کنفرانس در خود قصر مو کونیکس وینتر یا در پیترزبرگ من داخل شدم و به حساب روز اول برای من هم کارت ژورنالیستیک داده بودن که در کشتی با ژورنالیست ها باشم و هم کارت عضویت در خود کنفرانس گرفتم. گواب روی یک تصادف بود با عزیز قدیر والی سابق ننگرهار که خداوند دور مغفرت کنه، با او یک جا آمدیم به کنفرانس روز اول و عزیز و چون میرساندم ناوخت شد، بسیار ناوخت حرکت کردیم. همه کنفرانس انتظار عزیز قدیر داشتن و وقت من نزدیک بن شدم برای من گفتن مستقیم به کنفرانس که میایی نمره پلیت موتر اینایت ما گرفتیم و یادداشت کردن، اما سفارت اعضای سفارت خلاصه پلیس آلمان نمره موتر داشت و ما را رهبری کرد و به حساب راهنمایی کرد تا داخل کنفرانس و در اونجا هم کارت عضویت در کنفرانس گرفتم و هم کارت به حساب موتر من دادن و در اون ده روز کنفرانس من از این امتیاز برخوردار بودم و این یک چیز بسیار نادر بود و من از داخل کنفرانس می دیدم که چی میگذره و جربه هم با اعضای کنفرانس داشتیم و بعض مشکلات را که برای آینده افغانستان بود برایشان گوشزد میکردم. بعد از ختم کنفرانس من بسیار سخت بیمار شدم، ناراحت بودم از نظر روانی و یک مقاله را در اخبار امید، هفته‌نامه امید که اون زمان آقای کوشان چاپ میکردن، امروز هم الحمدلله چاپ میشه، خب به او پیمانی گذاشته شاید نباشه، من یک مقاله را نوشته کردم که آبادی به بهای آزادی. اون مقاله بسیار تند بود و آقای کوشان گفت از این نوشته تجدید نظر کن و من گفتم باید به این شکل نوشته چاپ کنین یا این چاپش نکنین، سانسورش نمیکنم. خب خلاصه هفته دیگه ایش چاپش کرد و مورد انتقاد دوستا از داخل هم قرار گرفت و من در اونجا پیش بینی کرده بودم که در افغانستان این اشغال و این تجاوز و این مقدمه امریکا و این بازی را که من در بن دیدم و با ولی مسعود با دیگرا جر و بحث کردیم، بسیار به شدت و مخالفت کردم، با بچه اسماعیل خان بسیار شدید، میرویس صادق خداوند مغفرت کنه شهید شد، با او بسیار جدی بحث کردم که امی حامد کرزی کیست که تو بر پیش ژورنالیستا میگه که رهبر آینده افغانستان از جنوب باشه، پشتون باشه و نامش مثلا حامد کرزی باشه. گفتم این نام کرزی به دار تو کی داده؟ و من بسیار به شدت بحث کردیم چون رفیق و دوستم بود، گفت که من فکر میکنیم عقل ندارم، درایت سیاسی ندارم که نام. گفتم نه، نام حامد کرزی تو چی میشناسی؟ با حامد کرزی چی ارتباطی داری؟ و چرا رهبری افغانستان یک پشتون باید داشته باشه و هم از جنوب؟ یعنی چی؟ این چی یک معامله است که شما کردین؟ خب خلاصه به هر صورت بحثا بسیار قوی است که من راجع به صحبت با شهید استاد ربانی داشتم، با اسماعیل خان، امیر اسماعیل خان داشتم در داخل کنفرانس. جر بحث متند و تیز بود. خلاصه آقای خالد در اون مقاله در اخبار امید است و همه دوستان میتونن او را پیدا کنن و من در دیگه صفحاتی که داشتم در افغان جرمن هم او را نشر کردن، من هم در سایت آزمون ملی
امی مقاله در اون سال 2002 در جنوری من پیش بینی کردم که نتیجه تجاوز امریکا آبادی هم نیست، ما آبادی را به دست نمیاریم، ولی یک چیز عنصر از دست میتیم که او عزت، غرور، آزادی و امامو و حساب یک اس برتری که افغانا داشت که ما کشور و ملت غیوری هستیم، برای آزادی هستیم. امیر ما در بم کاملا مدیدم که امی کسانی که به جهاد بودن، برای رهبریت جهاد، برای آزادی و در مقابل شوروی الله اکبر میگفتن، اینا برده های امریکا شدن، اینا برده های به حساب یک تجاوز جدید شدن. و امی کسانی که پیش قرار مقاومت و آزادی بودن از الف تا یا، همش به خاطر رفتن به قدرت زیر بال کرزی و حکومتش و پیش امریکا، اینا فقط چرزنی برای رفتن به یک وزارت بود یا ریاست بود و امتیازگیری بود. بنان این خواب پریشان را که امریکا افغانستان آباد نمی کنن، بعضی کسا مانند ما به حساب امامو عقل چل وزیر میگه بیننده داره، ما از دور تماشا میکردیم موضوع را و میدانیستیم که کسی در قصه افغانستان نیست و امریکا هم نیست و این حالت قابل پیش بینی بود. چطور میتونست کرزی و باند کرزی بر افغانستان بر آبادیش کار کنه و چطور میتونست کسایی که به خاطر وزارت سر رهبر خود و حزب خود پا ماند، مانند قانونی و فهیم خان و دیگرا، اینا برای آزادی افغانستان یا دکتر عبدالله چنزنی میکرد، چطور میتونستن اینا افغانستان آباد کنن؟ یعنی امی به حساب کاروان آزادی را کسان میتونست و کاروان آبادی را کسان در افغانستان میتونستن پیش ببرن که اونا هیچ نوع منفعت شخصی را بر منفعت عمومی ترجیح نمیدادن و هیچ چیز وجود نداشت. ما در داخل کنفرانس ولی مسعود یک سوال کردم، گفتم اگر عامر صاحب شهید زنده می بود، آیا از یک ولسوالی 4 پست کلیدی را که وزارت دفاع، داخله، وزارت خارجه و امنیت ملی بود، از یک ولسوالی کس انتخاب میکرد؟ آیا می حرکت شما، همی انحصارگرایی شما باعث حساسیت در مقابل امو دره قهرمان شما نمیشه؟ آیا جمعیت اسلامی در سطح کل افغانستان، افغانستان شمول، یک حزب نیست؟ چرا از ایران، چرا از غو، چرا از مزار، چرا از فاریاب یک نفر در پست کلیدی نباشه که از یک ولسوالی 4 نفر شما در یک پست می؟ شما تقسیم قدرت به خاطر آقای ولی مسعود گفت ما شهادت دادیم، ما قربانی دادیم، ما پس آن رفت بهش قانونی و گفت ویس ناصری برای تخریب در داخل کنفرانس آمده و با یکی از اعضای سفارت امر کردن که ویس ناصری رو به پلیس معرفی کنن. متاسفانه امی سنگ تعذاب اولی را که در این وطن گذاشتن که کرزی از جنوب باشه و پشتون باشه و حاکم افغانستان باشه، دیگر در زیر بال کرزی از یک ولسواری 4 پست کلیدی را آقای خالد عزیز غصب کردن. هرات بیخی محروم شد، فاریاب و بلخ و جوزجان محروم شد و قندهار اینا را کسی مد نظر نگرفت در سطح جمعیت. متاسفانه اساسیت ها، تبعیض، تعصب، انحصار اول سنگ تعدابش گذاشته شد و به این دلیل بود که از ابتدا قانونی، از ابتدا عبدالله، از ابتدا مارشال فهیم به فکر هیچ چیز نبودن، به فکر خود بودن. از اینا میلیونرها و بیلیونرها تبدیل شده، اون رهبران سابق که از کوه پایین شده بودن، شما ببینین که هر کدام شهرک داره و تیاره دارن و تلویزیون دارن و خلاصه به بیلیونرها تبدیل شدن. امروز متاسفانه حالت را که بر افغانستان آمده از ماست که بر ماست، این حالت خود ما سر خود آورده و می طالب پای لوچه را که امروز به حساب تمام افغانستان اشغال کرده به دلیل از این که امی کسانی که در 20 سال در رأس قدرت بود آقای خالد چی کردن؟ اینا از الف تا یای از اینا در افغانستان چی کردن؟ متاسفانه در 20 سال از کرزی شروع تا تمام سفرا و وزرای از اینا، ریاستایی را که اینا داشتن، متاسفانه هیچ کار در افغانستان اینا سنگ تداوی نکردن که ملت از اینا دفاع کنه. و بدبختانه امروز هم که ملت به پا ایستاد شده، ببینین که خیانت جریان داره و میگن که قیام ملی نیست و ای من هم میفهمم ملیشه سازی است، در آینده اتو میشه، خطرات داره. آینده رو چی میکنیم؟ رو تمام ولسوالی ها و ولایت هاست پیشتان رفته، در داخل شهرها، در کوچه به کوچه میاد امشب در لشکرگاه جنگ است آقای خالد. و متاسفانه از ابتدای 20 سال گذشته تا به امروز اگر تحلیل کنیم، این بحث است که ما قربانی خواب آبادی شدیم، ولی آزادی، عزت و غرور افغانستان به پای امریکا و ناتو قربانی کردی و اونا چنان خیانت کردن با فرارشان، فرار غیر مسئولانشان از افغانستان، که روی کرزی و روی عبدالله و روی غنی و تمام طرفداران که مانند ببرک های امریکایی را سفید ساختن و امریکا
بدتر و فاسدتر از روسا از افغانستان فرار کرد و گذاشت اینا رو به میدان خدا و راستی، و امروز اینا دست خالی ماندن و طالب هم 200 ولسوالی را از پیشان گرفته و امروز فردا باشه که شهرهای بزرگ هم بگیرن. برادر افغانستان به دست طالب است، معاصر اقتصادی به دست طالب است، پلان امریکا همیست که طالب حاکم افغانستان شد و به همکاری پاکستان و کلید اختیارات افغانستان به پاکستان داده شد. پس روی کرزای و روی غنی و روی کسایی که بیرق امریکا را بلند کرده بودن آقای خالد سیاه شد. واقعا یک تحلیل بسیار خوب، همون روزهای کنفرانس بونه به یاد ما آوردین ناصری بزرگوار که پیش از اینکه همون شب جلسه برگزار شوه هم یک اتاق سالون کلان بود جدا از سالون اصلی که آقای قانونی تقریبا 50-60 نفری که ما دم پایین دم هتلی که بودیم و دم کشتی که بودیم دعوت کرد ما رفتیم بالا و توضیح داد آقای پدران بود، آقای بلای از غریب بود، شبگیر پولادیان هم کسایی که یاد ما مانده بود که در همونجا هم یاد شد که آقای قانونی تقاضا شد ازش که امیر امضا نکو با خصوص سر ماده چش که مثلا اردو را که اینا گفتن که از مخالفت میکشیم انگیزه ای، ولی آقای قانونی امضا کرد و ما را به جنجالی که امروز مواجه هستیم، یعنی در کل همی اصرار آقای قانونی و عبدالله بود و یک امروز بعض اگه انتقاد میکنیم بعض از هموطنا ناراحت میشن، مثلا این مهمه نیست، ولی برای ما مهمترین حاصل آینده وطن و آینده کشور ما مهمتر است نسبت به اینکه کسی ناراحت میشه یا فرد ناراحت میشه. شما در رابطه با خیزش های مردمی که دو مسئله است، یکی خیزش های مردمی رو دولت قبول نمیکنه که میگه که پس ملیشه سازی میشه، ولی خیزش های مردمی باعث شد که یک کم کم امی عقب نشینی های تکتیکی به کندی پیش بره. چی نظر دارین که آیا واقعا این خیزش های مردمی تحت نظر امی قمانده سرقمندان اعلی صورت بگیره و یا که یک مرکز فرماندهی مشخص تشکیل شوه بین خود نیروهای مسلح و خیزش های مردمی و یا که خود خیزش های مردمی به صورت مستقل عمل کنن؟ چی نظر شما چی است آقای ناصری؟ ببینید اگر به تاریخ بر بگردیم آقای خالد عزیز، وقتی انگلیس ها بار اول تجاوز کردن شاشجا را آوردن در 1838-39 به افغانستان بر علیکه قدرت نشاندن و امیر دوست محمد خان فرار کرد و به بچه خود به حساب پیام داد به وزیر اکبر خان که اگه فرزند من هستی عینک و قلم خود روان کرد و گفت که از صف غازیان و مجاهدان با آزادی خواهان خارج شو و بیا تسلیم انگلیس شو، مثل که خودش سرعصب رفت و این میسا تسلیم شد. ولی این ملت بود، این غازیان بود، این مجاهدان بود، این آزادی خواهان بود که حرف به اصلاح همون شاهان و پادشاهان و عمرای تسلیم شده را نپذیرفت و با قیام خود با مقاومت خود در مقابل انگلیس بزرگترین ابرقدرتی را که در اون زمان بود که افغانستان اشغال کرده بود اینا را از بین برد، ناکام ساخت و به حساب مکناتن هم از بین رفت و کیانوریش هم از بین رفت، قوای از اینا هم از بین رفتن و حتی شاه شجاع یا کشته شد یا به دست انگلیس از بین رفت. خلاصه میگن دل از آخر شاه شجاع گفت قیام را قوام ببخشید، من اشتباه کرده بودم، من یک اسیر هستم. هر چیزی که بود، یعنی حرف امیر دوست محمد خان کسی قبول نکرد ولی قیام پیش برد و فرزندشان به طرف پدر نرفت و در امیر راه به شهادت رسید. امروز در وقت جهاد افغانستان ببینین به حمل هیچ شاه و پادشاه و امیر جهاد افغانستان برا نفتاد، بلکه ملت بود که به پا خیستن قیام کردن و تلسم روس و کمونیسم از بین بردن و جهان قناعت دادن که ملت افغانستان میتونه قیام کنه و مقاومت کنه. و امروز هم در حالی که رهبران سیاسی و همگی در حالت فرار و در حالت تسلیمی هستن و تسلیمی تکتیکی رو به گفته امرالله صالح که شما نمیفهمین عقبی از این و مسائل، و این ملت هوشیار است، بیدار است، در سنگر است. این ملت است که امروز با الله اکبر، این ملت است که با قیام خود با مقاومت خود مانع سقوط شهرهای بزرگ شد و یک روند را ایجاد کرد و یک حرکت جدید ایجاد شد در این وطن که کمر طالب شکستاندن، یعنی تلسم طالب که بارت از استفاده ابزاری از دین بود از پیشش گرفته شد و امروز در سر تا سر کشور از شمال تا جنوب و شرق تا غرب، من پیشتر خبر میخواندم که از سر پل گرفته تا کاپیسا و جوزجان و تا کنر و نورستان اینا مردم ما بپا خیستن امشب و با نعرهای وطنین
به حساب امون نرای ملکوتی الله اکبر امروز کمر طالب و کمر پاکستان شکستاندن مانند روسا. الله اکبر کمر طالب و تلسم منافقت طالب شکستان. روز برم یک طالبچه نوشته کرد که آقای ناصری شعار شعار سیکولارا نیست. من نوشته کردم بله شعار شعار منافقین هم نیست، این شعار نوکرای پاکستان هم نیست، این شعار تروریست ها هم نیست عزیزم، این شعار شعار ملت مسلمان و مجاهد است، این شعار یک ملت بپا خواسته است در مقابل تجاوز پاکستان و منافقینی که از دین استفاده میکنن و آگاهی هم ندارن. امروز با یکی از طرفدارای طالب نوشته کردم که بلیاز خدا یک کست یک ویدیوی می ملامر یا ملای غایبتان ملا عبدالله رو بر ملت بگذارین که سویه دانش فقاهت بلاغت و فصاحت همین مردم معلوم شد که چی دانش داشتن و دارن، که امیرالمومنین میگنش کلمه امیرالمومنین یاره و تمام مسلمان های جهان اینا امیر هستن، ولی یک ویدیو کست چپرتین که ده دقیقه اینا صحبتی کنن که واقعا علمی باشه ملی باشه و داغانه باشه که ما بفهمیم چقدر از تاریخ اسلام اینا میدانن، چقدر واقعا تفسیر و قرآن میدانن، چقدر مسلط هستن و تفسیر حدیث. اینا هیچ چیز ندارن. از ملای اولشان همین ملا برادر از ایرا که اگر شما در ویدیوها و تلویزیون ها بکشانین آقای خالد بایش مصاحبه کنین، خدا شاید است که اگر یک طالب از اینا ده دقیقه صحبت کرده بتانن، حتی سخنگویای از اینا قادر به مباحثه علمی و دینی نیستن. همین ملای خدا نمیگه دکتر وردک، همین دکتر وردک زیره یا می دیگه ایش که پت هست در کراچی نشسته که بنام من این فامون مجاهد میگه، همین شما بیارین و صحبت کنم. اگر این یک آیه قرآن از روی درست خوانده تانست مثل اشرف غنی وره، من میگم که هر چیزی که میگه اینا ندارن، نه دانش دینی دارن، نه شخصیت علمی هستن، نه شخصیت ملی هستن. در کنار رهبریت شوراهای طالب ها شما یک شخصیت ملی و علمی و اکادمیک و قومی را در افغانستان نمیبینین که ملت افغانستان واره بشناسه. مانند وقتی کمونیست ها کودتا کردن در سطح رهبری کمونیست ها یک شخصیت ملی و اکادمیک و علمی نبود که ملت افغانستان بگه که این شخصیت ما میشناسیم و این واقعا کار شایسته کرده و اینا. این ایدولوژی کمونیست ها رو اینا با شکل دیگه پیاده میکنن. کمونیست ها میگفتن که ما 1 میلیون افغان کار داریم از 15 میلیون افغان که پیرو این ایدولوژی ما باشن و به حزب ما و حکومت و نظام ما تسلیم شون و کارت سرخ بگیرن. این شعار اینا میتن که به امارت اسلامی تسلیم شوین، بیعت کنین امارت ایره و امیر ایره که نمیشناسین ندیدین و نه فقاهت دانش شما میفهمین برش بیعت کنین. در افغانستان طالب بدون تسلیمی و به حساب امو حاکمیت و حکومت ایدئولوژیک مذهبی خود که اونمو مانند خلق و پرچم واره که حزب دموکراتیک و مارکسیسم لنینیسم قبول کنین، عین شکل یک حکومت ایدئولوژیک است و طالب بدتر از خمرهای سرخ است. خمرهای سرخ میلیون ها انسان در کامبوج کشتن از بین بردن به خاطر که اونا کمونیسم قبول نمیکردن. طالب اگر بیای امروز نرسیده در مابین ارغنداب اینا چی جنایت نیست که نکردن، در اسپین بولدک یک قتل عام اچک زیاره کردن و می بود که بر کرزه برخورد و در سر قبر پدر کلانش و پدر و برادرش اینا بیت رو می کردن و آمد کرزه کلانای قندار جمع کرد که اینا والا به حساب امو. یک وقت برای کسی آمده بود گفتن کمونیست ها چه قسم مردم هست، گفت کمونیست ها خب ما برشان بسیار نصیحت نکردیم که اصلاح شون، اینا را خدا هدایت کنه اصلاح نمی شدن. ما به هر شکلی که خدا را گفتن ما حوصله کردیم، قرآن را گفتن حوصله کردیم، پیغمبر را گفتن حوصله کردیم، مگر دیگه اینقدر بی ادب شده بودن که این وقتای آخر پیر صاحب هم دو می زدن. ما والا فهمیدیم که اینا بسیار کمونیست هستن و آقای کرزی تا سر قبر برادر و پدر و پدر کلانش طالب ها نرفتن و رشخندی نکردن و قبرها رو به ویرانه و بدل نکردن از قیام ملی حرف نمی زد. ولی امروز میگه که در قیام اگر طالب ها اصلاح نشن و جنگ هم بپذیرن باز ما قیام در با قیام ملی همراه میشم. آقای کرزی جنایت طالب در سال 25 سال گذشته برای تو روشن و واضح نشده که تو امروز قبر پدر و پدر کلان تک وقت ویران کردن و در کلان های اچکزیار در ارغنداب و در مابین من میخوام اسپون بولدک از بین بردن، بعد از تو کلان های قندار جمع کردی که هر کس بره در مقابل طالب در مقاومت شام بشه و دیروز گفتم که نه تنها در قندار بلکه تمام ولایت های دیگه که مقصدشان نوروزگان و الوند است کرزه کلان ها رجم میکنه در ضد طالب. امروز ضد طالب اینا میشن کسایی که
امی طالب رابرت گیتس میگه در کتاب خاطرات خود که کرزی به من گفت که دست مرا باز بگذارین، ما توسط طالب جنگ سالارا را بخواییم از بین ببریم و طالبا را شمال ما به جنوب، از جنوب به شمال انتقال می دهیم. امی تیارای که ناشناس طالب به شمال انتقال می داد، امروز ببینیم که پایگاه اصلی و جایگاه اصلی طالب شمال افغانستان است. تمام جنگ طالب سر شمال است. سقوط بلوسوالیا و سقوط اولین بندری که در افغانستان سقوط کرد شیرخان بندر بود، نه اسفین بولدک و نه تورخم. پس همه این چیزها را که آدم میبینه، دست از این کلانها و دست از این بازیهای استخباراتی از اینا را امروز اینا متوجه شدن. من دیروز با آقای حکمتیار در یک تلویزیون یک پیام دادم، گفتم با خدا قسم است که طالب به کابل برسه، اولین کسی را که مانند دکتر نجیب به دار آویزان میکنه شاید خودت باشی، دومی صلاح الدین ربانی باشه و سیومش به حساب حامد کرزی باشه، کسایی که شما غیر مستقیم خوشبین هستین که طالب بیاید کتش معامله خواهید کرد. ولی از خدا انتظار معامله با طالب نداشته باشین، در صف صفوف ملی، قیام ملی و مقاومت ملی یک جا شوید. امروز کسی که اینمی قیام و اینمی مقاومت و اینمی بسیج و خیزش ملی را که الله اکبر میگه مردم در ولایات ولسوالی ها را محافظت میکنند، در سر افغانستان سرسفید ما در هرات در قیام ملی رهبری میکنند، آقای عطامد نور در بین مردم داخل شده و دیگر ها، امروز جنرال دوستم با اون مریضی که داره دوباره در صف مقاومت داخل شد و گفت که من میایم و تا خون خدا میتم. من میگم امی قیام و امی مقاومت هر کسی که محکوم میکنه و هر کسی که مخالفت میکنه، که امروز اسماعیل خان گفت که ما را تجهیز نمیکنن، تنبیل نمیکنن، حمایت نمیکنن، خیانت ملی میکنن. اگر مثل که عمر داوزه گفته بود که قیصری را نگذارین که به شمال بره پیش جنرال دوستم شرابی، این ستون پنجمی ها کسایی که تخریب میکنن این مقاومت آقای خالد و حمایت نمیکنن از نظر لوجستیکی و بجای از اینکه امروز اسماعیل خان به حیث والی و قمندان عمومی غرب افغانستان مخصوصا هرات مقرر شد، امروز تمام اختیارات مزار باید برای آقای عطامد نور دوباره بتن، چون والی فیلی یک والی بسیار نمادین و نمایشی است و هیچ نوع صلاحیت نداره و هیچ نوع تجربه نداره و هیچ نوع خواستگاه مردمی نداره آقای عظیمی. به جای فراد عظیمی دوباره عطامد نور کم تجربه نظامی داره و هم سیاسی داره و هم در بین مجاهدین و مردم مقاومت بوده، امروز باید باشه. امروز جنرال دوستم واقعا آقای غنی حمایت کنه، ولی متاسفانه بدبختانه آقای غنی حاضر است که طالب کل افغانستان بگیره ولی جنرال دوستم حمایت نشه، اسماعیل خان حمایت نشه، عطامد نور حمایت نشه. و این خیانت ملی است که فعلا جریان داره. اگر اینا واقعا قسمی که جنرال دوستم روز گفت که اگر بسیج سیاسی و اجماع سیاسی را ما در آخرین لحظه ایجاد نکنیم پیش تاریخ شرمنده می باشیم. واقعا ما براتون چلنج میتم که اگر در ظرف هفته های نزدیک اینا همی کار انجام ندن و آقای صلاح الدین ربانی و آقای حکمتیار اینا متوجه اساسیت زمان نشن، یک قوت ملی را ایجاد نکنن، هم از اینا از تیغ طالب میگذره و طالب مثل که به حساب استاد عاطفی را در مابین اروزگان به قلبش به حساب فیر کرد، مثل که خاشی جوان و کمدین در مابین قندهار دست بسته اعدام کردن و هزارها هزار انسان دیگر قتل عام کردن. امروز امریکا، امروز لندن، امروز انگلیس، امروز شورای امنیت سازمان ملل، خلاصه تمام جهان میگه که جنایت جنگی در افغانستان جریان داره، کشتار عمومی را طالبان بر انداخته. اگر در مقابل انمی ماشین کشتار جمعی تروریست های طالب اینا همدست نشن آقای خالد و ملت افغانستان، بدانین که در هفته های آینده سر از این رهبران سیاسی با دار میره مانند دکتر نجیب و بعد از این باز طالب میآید و هم از اینا را از بین میبره. و این چیزی نیست که اینا فکر کنن که اینا ما شعار میدیم و اینا را تهدید میکنیم، این واقعیت دردناک است. طالب اولین کسی را که از بین ببره همین کلانایی است که فکر میکنن طالب کتشان جور اومده یا پاکستان برشان چراغ سبز داده که طالب که شما غرض نمیگیره، برای ولی مسعود، برای منم افهم پدرام یا کسایی که به پاکستان سفر کرده بودن. و خدا قسم از غیر از ستون پنجمی های خود که آقای معصوم استانکزی است، غیر عمر داوزی است، غیر امی آقای حتمر است، غیر اون کسانی که در درون نظام کار میکنه برای پاکستان، غیر از اینا تمامی رهبران سیاسی را طالب به کابل برسه از تیغ میکشه. جان سپاس، یک هموطن در پاس سوال کرده بودن که چرا آقای حکمتیار چپ است، خاموش است. خب این صحبت هایی که شما کردین تقریبا جواب برای هموطن ما هم میتونه شد و که دلایل خاص خود داره.
آیا ناصری فردا شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا جمعه جلسه فوق‌العاده را در رابطه با مسئله افغانستان برگزار میکنه، چی فکر میکنی که در این جلسه به نفع مردم افغانستان چیز تصمیم گیری خواهد شد یا نه؟ متاسفانه ما در طول 100 سال گذشته دولتی را امروز داریم که در به مقایسه 100 سال دولت هایی که در افغانستان گذشته یعنی ضعیفترین دولت است. یک دولت را ما شاهد بودیم که در 9 ماه در افغانستان حاکم گردید که دولت حبیب الله خان کلکانی بود، مشهور به بچه سقاو، گرچه که خود بچه سقاو یک شخصیت بی‌سواد بود، ولی کسانی را که گرفته بود اینا شخصیت هایی بودند مانند وزیر خارجیش یک وزیر خارجی اکادمیک داشت و کسان دیگه را اینا در کار گماشته بودند مانند استاد خلیلای خلیلی که مثال برجستهش بود و دیگه شخصیت ها که اینا کار کشته بودند و با تجربه بودند و شخصیت های علمی بودند. یعنی در هر جای کوشش میشد که شخصیت های عالم و دانشمند در کنار نفرهایی که معتمد به حبیب الله کلکانی بود اینا بگمارن. امروز متاسفانه آقای غنی که مغز دوم متفکر جهان خود میگه یک شخصی را در رأس وزارت خارجه قرار داده که یک روز هم در مکتب دیپلماسی درس نخونده، او از مکتب استخبارات و خاد و میساب و کیجیوی تربیه شده. آقای انی فتمر یک شخصیت بسیار کارکشته امنیتی هست، در بخش استخبارات بسیار تجربه داره، زمان حزب دموکراتیک خلق تا زمان کرزی اینا، ولی در بخش دیپلماسی تمام وزارت خارجه فلج است. من دیروز به یک کسی مثال دادم در یک شبکه های تلویزیون های جهانی که آقای زلمه رسول به حساب دیپلمات و سفیر 77 ساله ما شما در لندن، که لندن پایتخت یک کشور بسیار کلان و مهم در جهان است در اروپا، به ساعت 12 روز به کار خود میاد سفارت، اما کار سرداری خود هنوز هم انجام میده. و سفیر ما شما در دلی 9 ماه اگریمنتش هندوستان قبول نمی کرد و می گفت که رابطه با استخبارات پاکستان دارد و یکی از طرفدارا و یکی از تیم آقای یعنی فتمر است و مثال های برجسته دیگه است. امروز سفارت آلمان و همچنان کنسولگری آلمان در بن اینا مطلقا فلج هستند. تمام سفارت خانه‌ای که است در خود وزارت خارجه یکی از پسیفترین وزارت خانه ها، از طالب ها در تمام دنیا سفر میکنن، قالین های سرخ زیر پایشان انبار میشه. یک احتجاج وزارت خارجه ما تا امروز انجام نداد. به شورای امنیت اگر اینا امروز مراجعه کردن چقدر اینا لابیگری تاله کردن در بین کشورها که فردا این کشورها هم اگه کارت سرخ در مقابل پاکستان و تجاوز پاکستان و مداخلهشان و جنایت طالب ها بلند کنن. چی میدانن که می کنفرانس به نفع طالب ها به شکل بسیار بشکست و نریخت قسم شوه که نصیحت و وصیت باشه که جنگ قطع کنین و صلح کنین و گفتمان کنین و این برادر کشی را قطع کنین دیگه تو نکنین، هیچ نوعی اگه به حساب قاطعانه جنایت پاکستان در افغانستان، مداخله پاکستان در افغانستان اگر فردا به حساب مطرح نشد که در این قسمت روس ها، ایرانی ها، هندوستان و تمام کشورهای قدرتمند منطقه به شمول چین و امریکا باید حمایت کنند و تمام 5 قدرتی که در شورای امنیت عضو دائمی هستند با حق ویتو دارن اینا باید حمایت کنند. در این باره باید یک لابیگری قوی صورت می گرفت. من در یک تلویزیون ها گفتم که آقای دکتر اشرف غنی احمدزی به جای حنیف اتمر چرا از شخصیت های بسیار کارکشته دیپلمات هایی که در افغانستان هستند استفاده نکرد. یک کسی از به نام آقای تمنا که او هم در تیم آقای اشرف غنی رفت و خودش کاندید ریاست جمهوری بود و بسیار غنی را میکوبیدم، ولی آمد در تیم غنی شامل شد. 10 سال در وزارت خارجه تجربه دیپلماسی داره و یک شخصیت بسیار کارکشته هست و ده ها دیپلمات دیگه در افغانستان. امروز همی آقای ستیز یک شخصیت
علمی و اکادمیک است، یک شخصیت، یک دیپلمات بسیار ورزیده است، چرا اینا رو به کار مقرر نمی کنند؟ و دیگر شخصیت هایی که ما در خارج افغانستان داریم، در داخل افغانستان داریم، چرا وزارت خارجه را حداقل یک 60-70 نفر دیپلمات بسیار ورزیده در داخل و خارج مقرر نمی کنند که اینا نماینده ما شما در سازمان ملل متحد کی است؟ امی خانم رویای رحمانی که سفیر افغانستان در واشنگتن بود، یک دیوال با $1,000,000 آباد کرد، اون روز مصاحبه شدیدم که گفت مرا به کابل خواستن و جانم در خطر است، من نمیفهم که یک دسیسه است، مرا چرا برکنار کردن، برطرف کردن و به ما یک مکتوب روان کردن که تاریخ از او از زمان وقت است و کار ما از یک ماه دو ماه پیشتر فسخ چی شده و مرا یک خواستنی کردن که به حساب برای ما یک نوع سوال برانگیز است، بنان جانم در خطر است، کابل نمیرم. دیپلمات های زیاد در پیش کمره، در پیش CNN و NBC و اینا میرن و از اوضاع افغانستان و دسایس حکومت افغانستان شکایت میکنن و پناهندگی میتن. چطور جان به اینا اعتبار کنن؟ از دیپلمات های خلق پرچم همی کار نکرد که پناهندگی سیاسی بتن و پس دوباره به کابل نرن. ولی متاسفانه اینا کسایی را نسل جوان من پیشتاز و خانم ها و نماینده ما خانم هاست در سازمان ملل متحد و نماینده ما در امریکا یک خانم است، اما خانم که 1,000,000 غصب کرد و به حساب یک دیوال به 1,000,000 جور میکرد و هنوز دوستش در مراجع قضایی افغانستان مطرح است و حل نشده، ببینید که او پناهندگی سیاسی میتن. وقتی که سفیر افغانستان در واشنگتن پناهندگی سیاسی به آقای خالد، معنای گپ ایست که ای حکومت و ای دولت پیش جهان به حساب بینیش بریده و شکست خورده و تمام رهبران از اینا و تمام دیپلمات های بنان وزارت خارجه افغانستان زیر امر قمانده یک حادیث به نام حنیف اتمر هرگز او شتارت و او ظرفیت و او ظرفیت نداره که بتونه از منافع افغانستان با یک دیپلماسی شتابنده، دیپلماسی تهاجمی، امروز در حالت جنگ و در حالتی که افغانستان ضرورت به یک دیپلماسی بسیار فعال داره استفادهش کنن. و متاسفانه از ابتدا تا انتها تمام ساختار وزارت خارجه از داخل و خارج متاسفانه هیچ نوع یک ابتکار عمل وجود نداره و این کنفرانس هم که دایر شده شما مطمئن باشین که نتیجه از این فقط نسای پدر اندرس های برای پاکستان و برای طالب ها میتن که هیچ نوع اساسیتی را ایجاد نمیکنه. در مقابل تجاوز پاکستان باید چنان اینا باشد که واقعا پاکستان محکوم شود، مثل که اسماعیل خان گفت جنگ ما با طالب نیست، جنگ ما با پاکستان است، و آقای غنی در مابین ازبکستان گفت که آقای عمران خان 10,000 جنگجو از پاکستان برای ما روان کردی. وقتی که روان کرده، داشتن رابطه دیپلماتیک با پاکستان چی معنا داره؟ چرا ما رابطه دیپلماتیک با پاکستان داشته باشیم؟ چرا مستقیما از پاکستان شکایت نمیشم من حیث یک کشور متجاوز رابطه سیاسی خودم باش قطع نمیکنم؟ چرا کنفرانسی در مابین قطر جریان داشته باشه با گروهی که اصلا معتقد به مذاکره نیست و دستشاندی پاکستان است و اعتقادش همیست که از راه جنگ ما غلبه میکنیم؟ همین حضور افغانستان و نمایندگیشان در کنفرانس قطر باعث براعت طالب ها هست، باعث به حساب توجیه طالب است و گفته میشه که طالب یعنی اعتقاد برای مذاکره و گفتمان داره، در حالی که ایده باید ازشان گرفته شد و گفته شد که یک گروهی که متجاوز است و حقوق بشر پامال میکنه و جنایت میکنن و ولسوالی ها را گرفتن و شهرهای بزرگ حمله کردن، هیچ مذاکره ما با طالب نداریم. اگر داریم هم در قطر نداریم، در یک کنفرانس بین المللی زیر سازمان ملل متحد یک جای دیگه باید بیاد. بنابراین این وزارت خارجه و این فوالیسی های از اینا و این کارهایی را که در افغانستان صورت میگیره آقای خالد عزیز هیچ نوع مفیدیت نداره و کنفرانس فردا رو من فکر نمی کنم که دو طالب و پاکستان و شکلی که ملت افغانستان میخواه محکوم شه و مخصوصا تجاوز پاکستان، چون لابیگری پاکستان نظر به حنیف اتمر و دیپلمات های شکست خورده از او بسیار قوی تر است. شما فردا ببینید که شاید به نفع پاکستان کدام اعلامیه صادر شود تا به ضرر پاکستان. جان سپاس، بسیار یک توضیح خوب، بسیار یک تحلیل بسیار جامع. و مسئله دیگه که از جنگ و خونریزی و اینا بیم یک چند لحظه فاصله بگیریم، از دید شما آقای ناصری چرا یک مرتبه امریکا اعلان میکنه که
او برادر اگر از بغل سفارت امریکا هم در کابل تیر شده بودی تو را من قبول دارم بیا، اگر با امریکا یک سلام هم داده بودی خدا در یک کشور ثانی برسان به من، به هزارها ویزه صادر کردن و دولت کانادا هم تقریبا هر روز به صدها هموطن ما اومده میشه و یه هموطنان ما هموطنان بی سواد و بی دانش و غریب و بینوای ما نیستن، کسایی هستن که هم مغز هستن و هم سرمایه دارن. این دلیل از این چی هست؟ شما در چی میبینید که چرا یک مرتبه یا این تصمیم گرفتن؟ ببینید اول از نظر جنگ روانی همی برای شکست که میگن که نیروهای نظامی خود دولت جنگ روانی شکست خورده احساس کردن، یکی از دلایلش تبلیغات بسیار منظم همی هست که به امروز باشه، فردا باشه، تا چند هفته دیگه و چند ماه آینده افغانستان و طالبها کل افغانستان میگیره و جان همپیمانان ما، کسانی که با ما همکاری کردن، در خطر میباشه. پس وقتی گفته شود که در هفته ها و ماه های آینده ما به این اعتقاد رسیدیم که افغانستان می نیروهای نظامی و می دولت و حکومت حفظ کردن نمیتونه و شکست میخورن، با ما کمک میکنیم کسایی را که با ما همکاری کردن جان چند هزار نجات بدیم، غیر مستقیم این تبلیغ برای طالب است، یک جنگ روانی هست، این شکست 350 هزار نیروی نظامی در افغانستان است و یک دولت است که با بیشتر از امریکا ادعا میکنه که ما در جنگ افغانستان عراق بیش از 7 بیلیون دلار مصرف کردم و امریکا به بیلیون ها دلار را که در افغانستان مصرف کرده در 20 سال گذشته، و قسمی که آقای بایدن گفت که ما در مسائل حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان هیچ نوع مسئولیت نمیگیرم، حتی زیرو به حساب کلمه صفر استفاده کرد که من مسئولیت حتی یک درجه صفر هم ندارم. هیچ افغانستان یک ملت هم نمیشه، افغانستان یک کشور واحد هم نبوده در تاریخ، همیش جنگ بوده، هر قسمی که دلشان میشه حکومت کنن با هم جور بین و با ما اینقدر بود و ما به هدف خود رسیدیم و تروریسم را که میگفتیم شکست دادیم، دیگه مسائل افغانستان ما برای ملت سازی نرفته بود. پس این دایی جنگ روانی که طالب حاکم افغانستان میشه امروز یا فردا باشه، ای امریکا در اون توافقنامه پنهانی که با طالب داره که به حساب تضمین های طالب هم برشون پاکستان داده، بنان اونمی هست که کلید اختیارات افغانستان به طالب و پاکستان امریکا امضا کرده، به همکاری خلیلزاد، به مشوره خلیلزاد، به دسیسه و توطئه و خیانت خلیلزاد، اینا همی حرف قبول کردن که پاکستان به حساب در افغانستان مانند دهه 90 اختیار افغانستان به دستش میتیم و به حساب منافع امریکا را پاکستان و طالب ها حفظ میکنن و حتی ما میتونیم همی کمک هایی را که برای دولت افغانستان دادیم تا به امروز غیر مستقیم به حاکمیت و حکومت طالب بتیم تا طالب در مقابل ایران از منافع امریکا دفاع کنه، در مقابل روسا دفاع کنه، در مقابل چینایی ها دفاع کنه و طالب به حساب در یک معامله ملیشه های طالب به جای جنگ با امریکا منفعت امریکا را حفظ کردن و بر از این امتحان حفظ پایگاه های امریکا در ظرف یک سال که اینا خارج می شدن بود، طالبا گفت ما ای را حفاظت کردیم و امریکا هم گفت که یک عسکر ما در زمان خروج کشته نشد و طالبا بسیار، آقای ترامپ برای ملا برادر گفت که شما بسیار یک گروه مقاوم هستین، شما یک گروه بسیار وطن دوست هستین، شما بسیار یک گروه قوی هستین، شخصیت های بسیار قوی هستین، 45 دقیقه ازش گپ زد و تمجید و تعریف کرد ازشون. این تمجید و تعریف فقط به خاطر از این نبود که برای یک معاهده امضا کردنش باشه، برای یک پیمان استراتژیک دراز مدت اعلان نشده را با طالب و پاکستان امضا شده و از می هم است که پاکستان غرور و مغرور است و اعلان میکنه عمران خان که ما پلان ها و به حساب و سرمایه گذاری های 20 ساله هند در افغانستان شکست دادیم. یعنی اگر این تضمین از امریکا نمید نداشته باشه عمران خان که اختیارات کلید افغانستان به تو و طالب، عمران خان هرگز این جرأت نمیکنه به کشوری که ده چند پاکستان قدرتمندتر است از نظر نظامی، از نظر نفوذ، از نظر همه امکانات اقتصادی، با هندوستان که 3 بار پاکستان شکست خورده در جنگ با هندوستان اعلان جنگ کنه و اعلان ازیره کنه که در افغانستان ما منافع تو را به حساب شکست داده و طالب پیروز میسازه. پس این غرور کاذب برای عمران خان پاکستان از انمو توافقات پنهانی امریکا و طالب و پاکستان قطر است که آقای بلینکن دست خود سرشانه وزیر خارجه قطر گذاشت و گفت که قطر یکی از پیمانان اقتصادی ما در منطقه و در جنگ با تروریسم است.
در حالی که قطر خودش یکی از عامیان بزرگ تروریسم است. امروز چرا از طالب حمایت میشه؟ چرا از گروه های دیگه تروریستی که در جهان از قطر حمایت میشه؟ و بسیاری کشورها به خاطر همین با قطر رابطه کردن، مانند سعودی و امارات و غیره و غیره، و اون مرکز تروریسم گفتن. بنا در این بازی پیچیده، امریکا اختیارات افغانستان به طالب گذاشته و خروج و یا به حساب پناهندگی چند هزار نفر، ای اصلا برای او جان از او مردم ارزش نداره. یک جنگ تبلیغاتی و روانی است در مقابل مردم افغانستان، دولت افغانستان، نیروهای نظامی افغانستان، و امی دو دسته و چهار به حساب هم در یک پتنوس امی غنی و حکومت و نظام را برای طالب و پاکستان آقای خالد امریکا فروخت. امریکا با فرار غیر مسئولانه و غیر اخلاقی خود از جنگ افغانستان باعث پیروزی طالب ها شد. و آیندی افغانستان به این فکر نکنین که در این دسایس که جریان داره، در این توطئه و در این تسلیمی اراضی و ولایات و سلاح بسته و سلاحی که اصلا هیچ استفاده نشده به طالب، و به طالب گفته شد که تقریبا در حدود 250 یا 750 اراده های نظامی را به دست آورده، که حتی اردوهای قوی منطقه کشورهای آسیای میانه و اینا باشه، همه قدر سلاح و امکانات ندارن که طالب در ظرف چند ماه گذشته از خود اردوی دولت افغانستان در ولایات و ولسوالیات تسلیم شده. بنان در این تسلیمی، در این شکست تاریخ، در این حالتی که برای افغانستان مستولی شده در این دو ماه گذشته، که در پیشروی چشم امریکا، پیشروی چشم امریکا، پیشروی چشم جنرال اسکات میلر، جنرال عبدالرازق در 5 متریش به شهادت رسید و اولین پیام برای پاکستان و ایسای امریکا داد که هر کسی را که تو خواسته باشی ما میتونیم از بین ببریم، در پیشوری در داخل ولایت قندهار. و این یک پیام بود و اونمو تسلیمی قندهار که امروز برای طالب میشه. چند ماه پیشتر ما در تلویزیون ها میره گفتیم که این والی آیات الله آیات میگه که 70% اردو پلیس اصلا خیالی هست و وجود نداره، و ما اقدر ولسواری ها و اینای ما اصلا هیچ پلیس اینا وجود نداره. این خودش زنگ به حساب آژیر خطر بود و یا یک تسلیمی بسیار همونطور خاموشانی بود که هنوز امریکا نیروهایش در افغانستان بود و پایگاه قندهار به پیش امریکایی ها بود. متاسفانه همه تو که عبدالرازق کشتن تا قندهار برای طالب ها تسلیم کنن و برای راه را صاف کنن، این همه ترکایی تمام جنگ تبلیغاتی و تمام برنامه و پلان آمدن طالب در افغانستان و حاکم شدنش به خاطر برنامه های افغانستان و سوریه مبدل ساختن، جنگ داخلی را دامن زدن و کشورهای منطقه را مصروف افغانستان ساختن و بالاخره پای روسا را در قضیه کشانیدن، پای ایران را کشانیدن، جنگ مذهبی، جنگ قومی، جنگ ایدئولوژیک در افغانستان بران داختن و افغانستان و منطقه را با آتش کشانیدن، پلان امریکا هست، دسیسه امریکا هست و تمام این بازی امریکا هست. و متاسفانه به این بازی ملت افغانستان فریب میخوره که والا امریکا باز اون از خلیج تیارش میاد یکان بمبارد میکنه و فلانی نفر اعلان کرد که سفیر امریکا اعلان کرد که ما حمایت میکنیم، اخلاق حمایت میکنیم. امریکا به ملت ما، به سرنوشت ما، به تاریخ ما، به حکومت، به نظام و به امی دستاوردهای 20 سال خیانت کرده، به آزادی بیان خیانت کرده، به حقوق زن خیانت کرده، به حقوق بشر امریکا خیانت کرده. این تمام دسیسه که امروز طالب کامیاب میشه و پاکستان حاکم افغانستان میشه و غرور برش ایجاد شده و شکست تاریخ و جنگ روانی که با ملت ما جریان داره، متاسفانه بدبختانه شما شاهد هستین و میبینین که در ایش تمامش امریکا هست و حرف حرف کلمه کلمه که از مقامات امریکایی میشنوین دال بر پیروزی طالب است، حاکمیت طالب است و تهدید میکنه که اگر طالب ها به زور به رابطه شون خراب، ولی حرف حرفای وایی است. در واقعیت امی اعلانه که ما از کویت میخواین که شما می ترجمان ها را برای چند مدت نگاه کنین، در ترکیه میخواین که شما نگاه کنین، و معنای عزیز که با شتاب عجله باید اینا خارج شن، به خاطر که با شتاب عجله شاید در ظرف 6 هفته آینده طالب کابل بگیره و کل افغانستان را تسخیر کنه. این جنگ روانی هست. امی که میدان هوایی را باید ترک ها حفظ کنن به خاطر خروج دیپلمات ها از افغانستان، و معنای عزیز که امریکا و تمام نهادهای دیپلماتیک و بین المللی باید کابل یک زمان مانند ویتنام را ترک کنن به خاطر اینکه طالب ها یا ویتکانگ های افغانستان
دارن به طرف مرکز و پایتخت پیشروی میکنن. فقط یگانه مخرجی که وجود داره و یگانه دروازه خروجی میدان هوایی کابل است که باید به دست شان باشه که دیپلمات ها را تخلیه کنن. یعنی تمام همغم امریکا تخلیه چند نفر دیپلمات و تخلیه چند نفر به حساب ترجمان است و این نشان دهنده از است که یعنی طالب بخوی نخوای افغانستان و کابل میگیره، امروز باشه سبا باشه یک ماه بعد باشه، وقتی که همچون یک فضای تبلیغاتی و جنگ روانی وجود داشته باشه، پس او عسکری که در قندهار، او عسکری که در نیمروز، او عسکری که در کوههای پامیر، در مابین سرپل، در فاریاب، در مابین کنر، نورستان، در مزار، در هر گوشه افغانستان است و در چهار تا بغلش طالب آمده و معاصره است و دولت فاسد او را نه تجهیز کرده میتونه نه تمویل کرده میتونه، پس او عسکر بیچاره وقتی رادیو را میشنوه، وقتی تلویزیون را میشنوه، خبرها را میشنوه، امروز تمام جهان یک دیکده است، اینترنت دارن اونا یا حداقل خود اطلاع میگیرن، متوجه میشه که من چرا جنگ کنم، کشته میشم، میره به طالب بزرگای منطقه را پیش میکنه که برو تسلیمی ما را بود. دولت خوشی نمیکنه تسلیم بیاین چه بنان ای در ای جنگ و ای تسلیمی افغانستان و ای سقوط 200 ولسوالی امریکا مستقیما آقای خالد دستاره. تشکر. سوال دیگه داریم ولی بعد از سوال براتون میگم که همین دقیقه کدام ولایت افغانستان سقوط کرد؟ این بعد از سوال برای شما میگم. همین لحظه برای ما تصاویرم روان کردن، ویدیوم سقوطی یکی از ولایت در جنوب کشور اعلان کرده. در 20 سال گذشته آقای ناصری با بهانه پیاده کردن دموکراسی، تکنوکرات ها و روشن فکرها را در یک تضاد در برابر علمای دین و مجاهدین سابق اینا قرار دادن و شما تعقیب کردین گذاشات که یک بسیار تمسخر کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، هر آن چی که بود گفتن و انجام دادن. اما در فرجامین ما میبینیم که امروز امونایی که رفتند و دزدیدند و چاپیدند پس دوباره با پاسپورت های خود به جیب خود برگشتند و وطن برای من، برای کسایی که در همون وطن بودن و جنگ سالار شده معرفی شده بودن، خائن معرفی شده بودن، جنگجو معرفی شده بودن، چی پیام میتونیم ما بریم کسایی که امروز به صورت عاجل از در حال فرار از وطن هستن، مخصوصا تحصیل کرده های ما، روشن فکرهای ما، اینا چی میتونیم، چی پیام میتونیم برای اینا داشته باشیم که آیا این وطن تنها از اون مجاهدین است و از اون کسایی است که دیروز جنگ سالار بودن و خائن بودن و این بودن، یا این وطن به همگی تعلق داره؟ شاید ما شما را هم بگوین که شما بیرون از وطن هستین ولی ما حداقل میتونیم بگیم که خب در وقت و زمانش حداقل 4-5 سال را هر کدام ما در سنگرها و در جبهات تیر کردیم، یعنی وظیفه خود انجام دادیم. دوست داریم پیام از شما داشته باشیم. ببینین اگر ما شما و کسانی که در خارج هستن اینا با وزارت ها، ریاست ها، سفارت ها در این 20 سال رسیده باشند و سوء استفاده کرده باشند، آقای قیومی، آقای اکلیل حکیمی و دو شخصیت دیگه که امروز در غرب نشستن و پول های بسیار زیادی را با خود آوردن و هیچ حسابی هم ندادن، اینا پیش خدا و ملت افغانستان مقصر هستن. ولی کسانی که میلیون ها مهاجری که در خارج زندگی کردن و در کشورهای از ایران و پاکستان گرفته تا کشورهای غربی، اروپایی، امریکا، کانادا، استرالیا و جای دیگه که یعنی در نقطه دیروز مگیلان خواندم که یکی از شخصیت های بسیار کلان و مهم افغانستان است، فامیل ظفر در مابین مالیزیا وفات شدن و در اونجا دفن میشن. یعنی در گوشه گوشه این جهان، در دیکده دیکده از این جهان متاسفانه افغان ها تخم ارزن وره زندگی میکنن، در تمام کشورها، یونان و من ترکیه و من افهم حتی گفتم مالیزیا و اندونزیا و هر در شاید هم در قاره افریقا مهاجر افغان رسیده باشه. دیگه این میلیون ها انسانی که به خاطر اما تجاوز شوروی و جنگ هایی که در 40 سال گذشته بوده مهاجر شدن، اینا رو مقصر دانستن که شما در خارج نشستید. ولی کسانی که گفتم در داخل افغانستان یعنی امتیازات 20 سال گذشته را گرفتن، اینا باید به دفاع از افغانستان در کنار ملتشان، در کنار مجاهدان، در کنار غازیان، در کنار مقاومتگران، در کنار نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان که افتخار ملت افغانستان است، امروز فرزندان اصیلی که به حساب سینه های خود از سپر ساختن. من امروز دیدم که جنرال عظیمی، یک زائر عظیمی که سابق یک از مجاهدین و یکی از مقاومتگران بود و در زمانی که
در کابل سخنگوی وزارت دفاع بود، یک مدت فرزندش چند وقت بیشتر در فاریاب به شهادت رسید که یکی از قماندانان و افسران بسیار ویژه کماندو بود و خودش امروز بیچاره پایش قطع شدگی عکس خود مانده بود که من در این حالتی که ملتم قیام کرده من در کنار شما نیستم شرمنده هستم. فکر میکنم به اساس کدام مریضی یک پایش قطع شده. به هر صورت مانند آقای عزیزی کرده بودن، سکته مغزی کرده بودن و در این زمان فشارهای دیگه هم بالایشان وارد شده بود که فکر میکنم شکر یا تکلیف هایی که بوده که به هر صورت دکتر عاجل پایش قطع کردن. ولی امی پیام که من در کنار شما نیستم یک پیام بسیار ملی و یک پیام بسیار قوی بود، یک پیام بسیار از قلب یک افسر و جنرال نظامی افغانستان میبره که افسوس که من نیستم که در کنارتان میبودم. ولی آقای خالد عزیز، کسانی که وزیر و سفیر و امتیازات داشتن و پول گرفتن، اینا باز آمدن و باز امروز شما یارو میبینین که در حالت فرار باشن، اینا خیانت میکنن. بله، مردم و عوام ما، بیچاره ژورنالیستان ما، گرداننده ها و غیره، بعضی اینا سوال میکنن که راه خروج از افغانستان چی است. ما جان ما، فامیل ما در امن نیستن. هر کس به حساب، یعنی امو چی میکنم که ایده حق میتونم که در این شرایط اگر نمیتونن در این فضای جنگ و خشونت و کشتار و وحشتی که طالب داره، که انسانیت نداره، اخلاق نداره، دین نداره، افغانیت نداره، طالب یک جنایتکار است، یک تروریست است، یک آدمکش است، طالب یعنی ماشین جنگی کشتار ملت افغانستان، یعنی بدون محاکمه دستبسته. که من امروز به یکی از این طالبچه ها و طرفدارای طالب ها گفتم که در دین اسلام جایگاه اسیر جنگی و گرفتن اسیر و به حساب او به این شکل به شهادت رساندن از بین بردن از او از خود یک تفسیر تعلیل داره و تو باید فقه اسلامی را باید بخونی که یعنی اسیر جنگی چی است و به حساب جنایت جنگی چی است و طالب جنایت جنگی میکنه. اگر از ترس طالب بعضی از شخصیت های افغان های ما جان خود در خطر میبینن، میخواین از افغانستان خارج شه، اون حقشان است. ولی این کسایی که وزیر و سفیر و قماندانای کلان و این نفرای بزرگ بودن و امروز در این شرایط از افغانستان اینا فرار کنن، اینا خیانت میکنن. آقای خالد، باید در کنار نیروهای امنیتی افغانستان اینا ادامه بدن باشن. با آقای غنی اگر امروز زد که امان الله خان آدم خوب بود، دوستش داشتم، ولی چرا فرار کرد؟ و امیدوار هستم که آقای غنی کار نکنه که فردا از همه که دولتر غنی فرار کنه و می تاریخ و می عرفا و می دعا و مدعای ازی به حساب خاکستر شود. چرا عرفای بزرگ اینا می زنن و خدا کنه که آقای غنی و اینا مقاومت کنه. و من یقین دارم، من یقین دارم که همی کار پیشرفت طالب ها و پیشروی های از اینا با مقاومتی که عامر صاحب شهید براندا و مقاومت کرد و همه را دوباره دل داد که بیای حاجی صاحب قدیر از آلمان دوباره رفت. در شروع چشم خودم از مابین می شهر ما مهاجر شده بود، پناهنده سیاسی بود در شهر اسن، از همینجا دوباره چی خود بسته کرد میره به طرف افغانستان که یک نفر از طرف آیس های به نام منگل، حسین منگل، از طرف دارای حزب اسلامی بود، از نفرای حزب اسلامی بود، ایرا پاکستانی ها پیش کردن و خیشایی با حاجی صاحب قدیر داشت، ایرا به آلمان روان کردن و این آدم آمد از طرف برادرش عبدالحق هم نمایندگی میکرد. او هم ایر حاجی صاحب قدیر میگفتن که تو نباید به مقاومت به پیوندی و پیش به حساب تلوار شمالی تلوار بوری و ای حرفا میزد. حاجی قدیر همونش بسیار آزرده و سخت نارام بود. صبحش به من زنگ زد، کجاستی؟ گفتم حاجی صاحب کار هستم. گفت بیا. گفتم امر خدمت. گفت بیا کار دارم. رفتم پیش حاجی صاحب قدیر صبح وقت چای تیار کرده بود. گفت والا، گفت میفهمی که عبدالحق قابوس چند دوزه. گفت اینا میخواین که من در غربت، در بیکسی، در مهاجرت، در یک حالت بسیار چی از وین برم و هیچ کس هم نباشه که یک بیل خاک هم سرم پرده. گفتم چرا ایست؟ گفت برای من پیام روان کرده توسط یک نفره که به حساب خیش قوامایم بود، بیشه همینجا پالیم شیشته بود، تا سو گفت در گوشم پف میکرد که آجی تو اگر رفتی که از یا بدنام میشیم، ملت از قوم از پیشت، کلی از پیشت میره، نرو در مقاومت. ولی اگر اولادت در مابین پاکستان آرام بانندگه، گفت تعدید حتی به ناموس و به زن و به فرزند و اینا هم تعدید میکنن که کشته میشی و فامیلت از بین میره، نرو در مقاومت. گفت با خدا قسم ناصری که برای از پیام دادم به عبدالله هم گفتم، به حسین منگلش هم گفتم که یه بد نفر آیسای هست، من فامیلم پر آیسای پیام میتن که کشته هم شوم، من میرم در پولی مسعود و در پولی مقاومت در ضد طالب و پاکستان، من میجنم.
بورد دستتان خلاص همی کل فامیل من از بین ببرید. گفتی پیام دادم که عبدالله کن گوشک ازدم دیشب دروش گفت ما تکتا جور میکنم ما خمیرم مثل آجی قدیر واره همی جنرال دوستم دوباره به مقاومت آمد همی آقای خلیلی از تهران پس آمد به مقاومت آقای محقق خودموی بود آقای خالد عزیز امروز اگر این رهبران سیاسی واقعا ماند نه که به جنرال دوستم گفت که ما باید یک حرکت قوی کلان براپرتم نه حرکت های خورده و خدا قسم است که می اجماع قوی سیاسی و همه این ملت که به نام الله اکبر امروز به پا خیست و همی جنبش الله اکبر تقویه شود کمر طالب و پاکستان مشکنه یعنی رسالت را که خالد نصیر خالد داره ویس ناصری داره و تمام ملت ما داره با قلم قدم در مقاومت و از مخالفت مردم ما و از رستاخیز ملی در مقابل طالب و پاکستان ما شما با قلم و قدم دفاع کنیم با خدا قسم است که یک سیل از مقاومت میشه سیل از مبارزه میشه هر کسی در هر جای رهبران سیاسی رهبران امروز تا دیمخانه دیدم که به قندهار رسیده و میگه که من مردم بسیج میکنم اگر هر رهبر در هر منطقه خود دوباره بر بگرده در قلب ملت خود بر بگرده یک مقاومت میشه یک حرکت میشه امروز آمد کرزی اگر خوب است خراب است آدم بد بود آدم خراب بود اگر امی به خاطر هر دلیلی که است با طالب بجنگه و مردم تحریک کنه که در مقابل طالب پاکستان مقاومت کنه گذشته یک طرف میمانیم گفتی آقای غنی که سلامت و ملامت در وقتش کپ میزنیم با خدا قسم است که امروز از امی آمد کرزی و امی مخالفتش باید آدم استفاده کنه به این دلیل ما حرف آخر می است که نمیخوایم زیاد پرگویی کنم که هر فرد ملت ما چی در امریکا نشسته چی در کانادا چی در اروپا چی در هر جای هستیم ما فیسبوک داریم تویتر داریم تلویزیون داریم قلم داریم زبان داریم در رسانه های اجتماعی هستیم در شبکه ها مثل ما واره که خداوند توفیق داده و یک لطف پروردگار است که در بعضی تلویزیون ها ما دعوت میشیم که حرف بزنیم حرف حق بگوییم حرف مردم بگوییم حرف مقاومت بگوییم کسانی که مانند شما خداوند اونا را لایق ازی دانسته که یک تلویزیون داشته باشند اینا از سنگر دفاع شرافت و عزت مردم افغانستان آزادی مردم افغانستان و مقاومت ملی در افغانستان دفاع کنند از شخصیت هایی که ولو پیش مردم افغانستان به هر دلیل بوده در گذشته مقصر بودن ولی امروز در مخالفت با پاکستان طالب قرار گرفتن و گفته آقای ستیز که ملک ستیز نوشته کرده بود که من گذشته ها را فراموش میکنم شخصیت ها را گذشته هایشان چپ و راست را فراموش میکنم امروز هر کسی در مقابل تجاوز پاکستان و جهالت طالب و منافقت طالب استاد است من او را تایید میکنم و شخصیت هایی را که امروز مانند اسماعیل خان عطای محمد نور به جنرال دوستان و هر کسی در مقابل اینا قرار دارم من تایید میکنم معرف آقای ملک ستیز تایید میکنم که ما گذشته ها را با شخصیت ها کنار بگذاریم امروز بود و نبود افغانستان مطرح است پیشتر شما گفتین یک ولایت سقوط کرد ما خدای نخواسته هر شب شاهد یک سقوط یک ولایت مرکزش خواهیم بود و این یک جنایت است که مقاومت ملی را آدم محکوم کنه و شخصیت ها را به بانی ازی که ما با فلانی مخالف هستم با فلانی مخالف اگر آدم خوب بود چرا گذشته های شما یک طرف میماریم هزار مرتبه و با اون کلمه ایره که بسیار در تلویزیون درست هم نیست ما بگویم که سگ امی مردم سر طالب و سر پاکستان شرف داره و امی حکومت امی نظام امی نیروهای نظامی و امی شخصیت های سیاسی ما با وجود اشتباهاتشان گناهشان میگم که اینا یعنی با هزار مرتبه بر طالب شرف داره نباید زمینی از ایره جور کنیم که همه افغانستان و همه اختیارات افغانستان و پاکستان و طالب به دست خود بگیره و باز ما وقت پشیمان شیم که همه نیروهای نظامی از بین بره میدانه و هوایی از بین بره تمام اردو منحل شود و هیچ پایگاه و جایگاه نداشته باشیم و تمام سفارتخانه ها و همه گی به دست پاکستان و طالب افته باز وقت ما و شما بیاییم و تحلیل سیاسی کنیم و تاریخ نوشته کنیم و خاطره نویسی کنیم وقت به درد نمیخوره همین امروز در همین سنگر مقاومت باید ما و شما حضور داشته باشیم آقای خالد تشکر سلامت ممنون خبر برای شما ما میخوانم که خبر جالب نیست برای ما پیشتر آمد به اساس گزارشات موثق ولایت نیمروز در غرب کشور سقوط کرد منابع میگن که شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز بدون کدام درگیری و جنگ به دست طالبان افتاد و دولت ایران مرز را برای مردم که در حال فرار هستند باز گذاشته است ببینید که مرز تصاویر هم که برای ما روان کردن با هم میبینیم آقای ناصری بعدا خداحافظی میکنیم این اول تصویری را که خب اگر تصویر لیدونکو فعلا موږ د نیمروز ولایت د ایران د صفر نقطې سره ولاړ یو دغه کسان چې تصویر نه کارټول د نیمروز شاریان دي چې دا
بس دغه اوازه اوریدل چې طالبان راځي ټکو ټوک جوړي. نو عبدالکریم براوی د ایران د مرد سره امانګي کړی ده، لارې ورته خلاصه کړي، ټوله بېله کم پاسپورټ او بېله کم دغه څخه روان دی ایران خواته ځي. بس داسې چې وینئ دا فیلان لس بجې دي څه بالا دا ټوله وای تصویر که میبینین بدون رومی چراغا را که میبینین مرز ایران است که هموطنان ما چی وحشت زده ترک وطن میکنن. لعنت به کسایی که با وطن ما با عزت مردم ما با آبروی مردم ما بازی کردن. هر که بکوبین تا جیت اکنان آخر وسط پول ایران تا بود چی داری جیان شدتم پاد خداحافظ خداحافظ. خب سپاس جناب ناصری بزرگوار از شما، ممنون که با ما بودین، تشکر میکنم از شما. انشاءالله تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. جور و سعادتمند و تندرست باشین، موفق باشین. یک جان سپاس از محبت و دعوتتون خالد عزیز. سلامت، ممنون شما.